مرسی جلویز. همراهان کمپین با جی الویز در خانه بمانیم. اگر از طرفداران برنامه‌های رادیویی هستید، با در اختیار داشتن یک گوشی تلفن یا تبلت با استفاده از اپلیکیشن جی الویز در قسمت رادیوها به بیش از 80 کانال رادیویی فارسی زبان دسترسی خواهید داشت. برای این کار از منوی اصلی جی الویز وارد قسمت رادیو شوید. سپس با انتخاب این گزینه دسته‌بندی مورد نظر خود را انتخاب کنید و به برنامه مورد علاقه تان گوش بدهید. همچنین صدای پخش زنده 237 شبکه تلویزیونی نیز در قسمت رادیو قابل دسترسی برای شما عزیزان هست. جی الویزی ها برنامه های رادیویشون رو هرگز از دست نمیدن. زبلخان یادتونه؟ جناب من زبلخان شکارچی هستم. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. دوست دارین شما همینجوری باشین؟ ببینم به نظر شما حضور تبلیغاتی تو چندین کانال تلویزیونی پربیننده چطوره؟ ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمندم اسی عزیز، همینجا امیر شهرتی در تلویزیون پارس برنامه ایجاد میکنند. سپاسگزار، دورکاری میکنیم. ما از استودیو خانگی با شما هستیم. هفته های پرتنشی در راه با سرنوشت نامعلوم و تابستان داغ برای جمهوری اسلامی. 183 روز بیشتر به 147 روز بیشتر به انتخابات در ایالات متحده آمریکا باقی نیست. دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه خودش امروز توییت کرده که 97% از جمهوری خواه ازش هواداری میکنند، اما آمارگیری ها نشون میده که وضعیت ترامپ نامعلومه، دست کم به خاطر سقوط نرخ محبوبیت او. رقیبش یعنی کناب کشیست بین این دو از حزب دموکرات آقای جو بایدن. ترامپ آقای مک پنس رو معرفی میکنه با عنوان معاون. حالا ببینیم که آقای جو بایدن چه خواهد کرد. هنوز انتخابی صورت نگرفته، اما از خانم میشل اوباما سخن به میان میاد با عنوان معاون ریاست جمهوری. به هر حال در ایالات متحده آمریکا بحران پشت بحران. به هر حال دو بحران به هم آمیزش پیدا کرد، یکی اعتراضات علیه نجات پرستی، یکی هم بحران کرونا و به دنبالش زنجیری از بحران های متعدد، از جمله بیکاری بوده، نمیدونم زمین خوردن صنایع بوده، به ویژه بیزنس ها و کسب و کارهای کوچک. این هم تازه محدود نمیشه به آمریکا، در سراسر جهان بعض از این قراره. آمریکایی ها سعی میکنن که دوباره اقتصاد رو از جا بلند بکنن. در برنامه امروز کی با ماست؟ آقای حسن دایی تحلیلگر برجسته امروز با ما هستند. منزل دیگر با سارا خانم ایرانی هم خواهیم بود. سارا خانم رفته به سراغ اندیشکده و همینطور نشریات مهم مثل نیوزویک و انستو واشنگتن و چندین مؤسسه و نشریه دیگر. ببینیم که ایران در آینه
به اصطلاح بنیادهای فکری در آمریکا چه تصویری امروز از خودش عرضه میکنه. بدترین تصویر شعار مرگ بر آمریکا در صحن دستگاه قانونگذاری به بهانه چی؟ به بهانه حمایت و پشتیبانی از مردم آمریکا که انعکاس هولناکی داشته. در سوریه در دمشق هم میانانم نخست وزیری که بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک بود توسط بشار اسد کنار گذاشته شد در و در شهرهای مختلف علیه بشار اسد مردم به خیابونها آمدن، ناآرامی و نارضایی از حکومت بشار اسد رو به افزایش. در عراق هم که دارن دم عوامل نیابتی جمهوری اسلامی رو قیچی میکنند و قراری که همه اونها خل سلاح بشن نشون میده وضعیت دشوار جمهوری اسلامی رو به وخامت. آقای دایی درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. امیدوارم حال شما خوب باشه آقای دایی. من خوبم به لطفتون، ممنونم. خب آقای دایی ما سراپا گوشیم. اول موضوعی که به نظرم خیلی مهمه این ماجرای تبریست در ایران با حاکمش و بعد این منصوریست که آمده به آلمان، حجت الاسلام دوز و فاسدی که مأمور آجر کردن نان بسیاری از روزنامه‌نگار و زندانی کردن اونها بوده. بفرمایید. عرض کنم اجازه بدید قبل از هر چیز یادی بکنیم از خانم مرجان، هنرمند مبارز که در گذشتن این هفته، من اولین بار همونطور که خدمتتون گفتم اولین بار در آریزونا ایشون مهمان یکی از دوستان بودن که من ایشون رو و همسرشون آقای جورک رو دیدم و واقعش اینه که انسان مبارز، متواضع و هیچ وقت از زبان خودشون سختی هایی که در زندان جمهوری اسلامی به ایشون رفته بود، به خانوادهشون رفته بود رو نشنیدم که میزبان بعدها برای من تعریف کرد. بعد از اون هم بارها فرصتی شد که ایشون رو دیدم و به خصوص تظاهراتی که هر سال جلوی سازمان ملل بود ایشون هم حضور داشت به همراه آقای جورک. انسان مبارزی بود، هنرمند عزیزی بود. یادی بکنیم از ایشون و دیگر هنرمندانی که مثل ایشون مبارزه کردن با جمهوری اسلامی و نشدن از این سیلبریتی هایی که بخوان پول در بیارن یا در کنار جمهوری اسلامی باشن. خوشبختانه ما داشتیم، در رأسشون خانم مرضیه بودن. برای من تسلیت میگم به آقای جورک، به خانواده ایشون و به همه دوستداران ایشون. یاد ایشون خالیه. ای کاش همه این هنرمندان و تمام مبارزین باشن تا در کنار هم با گرایشات مختلف سیاسی به ایران بریم و در ایران در کنار هم باشیم. گفتم یادی کرده باشیم از ایشون. تشکر میکنم، یادش گرامی. بریم به پرونده فساد در جمهوری اسلامی، تبری و این آقای غلامرضا منصوری که در معلوم شد که به ایتالیا اومده 7-8 ماه پیش و الان هم در آلمانه، با ویزای ایتالیا اومده بوده. واقعش اینه که اولین سوال اینه که قبل از که وارد پرونده بشیم اینه که جمهوری اسلامی واقعا داره با فساد مبارزه میکنه؟ یعنی اومدن معاون اجرایی قوه قضاییه زمانی که آملی لاریجانی، یکی این برادر صادق لاریجانی رئیسش بوده و حتی در زمان شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بود بسیار یکی از اصلی ترین مسئولین قوه قضاییه، قوه عدلیه جمهوری اسلامی بوده. نگاه بکنیم ببینیم که اولا چه خبره از فساد، چون بالاخره همه جای دنیا ممکنه کمابیش به خصوص در کشورهای دیکتاتوری فساد هست، رشوه هم هست، تو کشور خود ما هم بوده کمابیش. این مقدار فساد با غارت فرق میکنه. ما این پرونده ها رو که یکی یکی نگاه میکنیم اصلا مثل این که یک مش دوز غارتگر افتادن، هیچ چیزی هم جلودار اینا نیست. تا جایی که بتونن میدوزن، حالا تو دعواهای داخلی یا یه مصلحت هایی که گاهگاهی هست برخی از اینها گیر میفتن. اما واقعش اینه که تو جمهوری اسلامی، اولش یه اشاره بکنیم به این پرونده، تو جمهوری اسلامی فساد نهادینه است، جزو حکومته، جزو ساختاره. چون بالاخره فساد چجوری میشه باش مبارزه کرد؟ فساد اینه که پاسخگو باشن دیگه، پاسخگو باشن به مردم. وقتی که حکومت دیکتاتوریه به مردم پاسخگو نیست، توش فساد هست. حالا جمهوری اسلامی رو دریای نفت و گاز هم که خوابیده،
یعنی ثروت باد آورده ای که اصلا حساب کتاب نداره. این هم میشه منبع فساد دوم. خود دستگاه ولایت فقیه هم که در هر استان و در هر شهری امام جمعه و رئیس سپاه پاسداران و کی و کی خودش مثل یک فرمان روا کار میکنه، یعنی مثل ملک و طوایفی، خب این به فساد هم دامن میزنه. اما اصلش این ساختار حکومتیه که بر اساس سرکوب استفاده، سوء استفاده از عمرهای مذهبی مردم، سپاه پاسداران، صدور تروریست و اینا سوار شده و دو مافیای اصلی توی این مملکت تشکیل شده. دو دزد اصلی، دزدای اصلی اونان، یکی مافیای خامنه ای و نهادهای زیر دستش، نهادهای مالی، نهادهای سیاسی، نهادهای مذهبی، روحانیت و غیره، یکی سپاه پاسداران. به هیچ کسی هم حساب پس نمیدن. شما امکان نداره که توی دعوا میبینید که حتی قربانیانی که پیدا میشه یک بار پای این دو نهاد اصلی بیاد وسط، یعنی پای این دو مافیای اصلی تو فساد بیاد وسط. کسای دیگه رو میگیرن ها، این دو تا دزد اصلی، چون دزدی هم واقعی وقت بدیم مثل همین کارهایی که دوستان این به طور تبری کردن، خب دزدی های کلوم بوده، صدها میلیون دلار میشده بعضی هاش با پول دلاری، به میلیارد میرسیده، کم نیست. ولی اون دو تا دزد اصلی یعنی خامنه ای و نهادهای زیر دستش و سپاه، اونا دیگه صدها میلیارد ثروت مملکت رو بالا کشیدن، به کسی هم حساب پس نمیدن. کسانی که دستگیر میکنن مارک امکان خارج از این دوتا، خارج از این دوتا. جالب اینه که وقتی هم که دستگیر میکنن همه جای دنیا رسمه، وقتی یه فاسدی رو دستگیر میکنن سعی میکنن به بالا ببینن کیا بودن حامیانه این، تو جمهوری اسلامی به پایین میرن، چون بالاخره این نفر شماره دو قوه قضاییه بوده سالیان سال، همون موقع که حتی خود رئیسی قبلا دادستان بوده تو همین قوه قضاییه. خب این کاری که میکرده لاریجانی خبر نداشته، خود صادق لاریجانی قبلا اعلام کرده بود که ما در مورد اتهاماتی که بوده در مورد ایشون حسابرسی کردیم، هیچی نبوده. پشت لاریجانی که خب خامنه ایه دیگه. بنابراین فساد میره رو بالا، ولی تو جمهوری اسلامی مارکه میگه میکنن، یعنی وقتی هم که میرسه پای حساب رسی یه جاهایی برام مصلحت هایی میره به پایین، به بالا نمیره، به لاریجانی نمیرسن، چون برشن لاریجانی میشه به بالا. اما واقعش اینه که چرا بالا نمیره؟ چرا اون دوتا نهاد اصلی رو هیچ وقت سراغ اون دوتا مافیا و اون دوتا فاسد و دوتا اصلی نمیرن؟ آخه اینو رژیم روی اینها سوار شده، اصلا کل نظام اگه برن سراغ اونا که نظام میریزه. شما نگاه کنید سیستم چجوری کار میکنه. من یادم سر این داستانهای پولشویی که سعی میکردن تحریما رو دور بزنن یا پولشویی بکنن یا اجناس هسته‌ای بیارن، خب یه شبکه تو خارج کشور دارن، این شبکه زیر نظر سپاه، اطلاعات سپاه یا دفتر خامنه‌ایه. خب اینا فسادایی که میکنن اصلا حساب و کتاب نداره که ما وارد هر کدوم اینا بشیم میبینیم، یعنی پولهای بادآورده در خارج از جزایر و کشورهای کوچک کارائیب بگیرید تا گرجستان و کانادا و امارات، هزاران شرکت و هزاران دوست، به هیچ کم حساب پس زیر نظر خامنه‌ای و زیر نظر سپاه. خب این به خاطر اینکه با امنیت رژیم سر و کار دارید. سپاه قدس پولایی که در خارج خرج میکنه، از آفریقا شما بگیرید قاچاقی که میکنه و غیره، تا خاورمیانه و غیره، به کسی حساب پس میزه؟ نه. خب توش دزدی های میشه، قاچاق مواد مخدری که از آمریکای لاتین و پولشویی که میکنن، چقدر دزدان سرگردن. الان صحبت شده یک آقایی رو که لبنانی الاصله و این چطور ترکیه لبنانیه، این چطور داره این داستان تبادل بنزینی که میکنن با ونزوئلا و در مقابلش طلا میگیرن، این چطور مبادلات طلا کرده برای ونزوئلا و برای جمهوری اسلامی؟ خب تمام اینا دزدان سرگردنن، به کسی هم حساب پس نمیدن. بنابراین اصلا در جمهوری اسلامی با این سیستمی که وجود داره مبارزه با فساد شوخیه. حالا چرا اومدن این آقا رو گرفتن؟ یکیش دعواهای داخلیه، قربانی میکنن. ولی مهمتر از همه اینه که حکومت با بحران مشروعیت روبرویه،
مردم نارضایتی ها به حد انفجار رسیده، به خصوص در بحران کرونا که مردم با فقر و فلاکت دست به گریبانن، جمهوری اسلامی با دستگیری ها میخواد مشکلات رو زبان گردن اینها، دوم نفرت مردم به طرف اینها، اصل کاری که عرض کردم به طرف بالا میره رو جلوش رو میگیره، اینها رو قربانی میکنن خارج از اون دوتا مافیا مثلا. حالا این آقا رو گرفتن، ابعادش نجومیه، گوشه از این که قربانی کردن اسم غلامرضا منصوری هم اومده که این قاضی جلادی که روزنامه نگاران و بقیه رو میگرفته به زندان میداخته، فقط یه قلم تو یکی از پرونده ها 500,000 یورو این حضرت آقا رشوه گرفته. حالا بقیه پرونده ها چقدر گرفته بماند. برای معالجم گویا صحبت اینه که بیمار سرطان روده داشته، به جای اینکه مثل بقیه مردم در ایران معالجه بشه تشریف بردن خارج. شما میتونید حدس بزنید که هزینه معالجه در خارج رو کی میده، چقدره؟ بعد مسئله مهمش اینه که این دزدان و این جنایتکاران در خارج با راحتی میان و میرن، اروپا، کانادا، حالا کشورهای دیگه مثل نمیدونم گرجستان و خاورمیانه بماند، این کشورها به روی اینها بازن، میان زندگی دارن اینا. عکس اینجوری نیست که ویزا بگیرن یه دفعه ناشناس بیان، اینا همشون اینجا زندگی دارن، مثل حمید نوری که در سوئد گرفته فامیل داشته در اروپا کار میکرده. این حمید نوری به اصطلاح دلال بوده، کسانی که اموالشون رو قوه قضاییه یا ستاد اجرایی فرمان میگرفته بوده، این آقا به عنوان وکیل می اومده از اینا حق حساب میگرفته، اونا رو چجور آزاد بکنه. یعنی هم برای دزدان داخل کار میکرده، هم برای فراریان دزدان فراری خارج داخل. حالا چه حمید نوری، چه این حضرت آقا تو این منصوری تو این دعواهای داخلی لو میرن؟ چون گزارشی بود که حمید نوری رو هم تو این دعواها لو دادن که بگیرنش. این آقا رو هم خود اینها اومدن مطرح کردن که الان مونده سر قضیه بمونه در اروپا، چون گزارشگران بدون مرز و ایرانی ها پرونده تشکیل دادن آقا اگه بمونه اینجا گیر میفته، بره ایران بعد تاوان این که خارج از مافیای سپاه و خامنه دزدی کرده بعد اون رو هم پس بده. و مهمتر از همه ببینید این دزدی هایی که میکردن همه میدونستن، این جنایتی که این میکرده به عنوان بازپرس به این دستگیری ها اینا رو همه رو میدونستن. خود خامنه بارها گفته کشش ندید، تا جایی که به صلاحشون مسئله ای نیست این دزدی ها، که تو دعواها و جاهایی که نیاز باشه یکی از اینا رو قربانی میکنن، حالا چه منصوری باشه چه حمید نوری باشه چه طبری باشه قربانی میکنن. آقای دایی عزیز، درخواست بازداشت شده از سوی آقای کاوه موسوی فکر میکنید که به نتیجه برسه مثل حمید نوری؟ عرض کنم که تجربه قبلی اونهاش الان خب بهتر شده یه مقدار فضا، همین که ببینید تمام رسانه‌های آلمان دخالت میکنن. من یادمه که هاشمی شاهرودی که حدود 2 سال پیش بود فکر کنم رفت هانوفر تو مرکز پروفسور سمیعی که واقعا شرم‌آوره. حالا یه مدتی میگفتن آقا پزشک بهش چی نگی دیگه، ایشون خوش آلوده کرده با جمهوری اسلامی و با بدبستان ها بماند. موقعی که هاشمی شاهرودی پاشو دفت اونجا معالجه بکنه که سرطان مغزی داشت، این رسانه ها لو دادن اون رو، رسانه ها لو دادن و حتی صحبت دستگیری شد. تو پارلمان اومدن احزاب از وزارت کشور و وزارت خارجه گفتن که کی به این آقای جلاد ویزا داده. خب پلیس طبق شکایتی که شد حتی میخواست بره به دستگیرش بکنه. وزارت خارجه آلمان و دولت آلمان صلاح نمیدیدن که این رو بگیرن در رابطه با جمهوری اسلامی تنش بشه. اینه که حضرت آقا رو فرار دادن، شاهرودی رو سوار ماشینش کردن سری بردنش فرودگاه فرستادنش. تجربه بدیه. این نظر خوبه به خاطر که من یادم میاد که همون موقع بحث مسجد هامبورگ مطرح شد. سالیان سال کسانی که در اروپا بودن در خارج بودن کسان مطرح میکردن مسجد هامبورگ رو مطرح میکردن، اون آیت الله رمضانی رئیس اون مرکز اسلامی هامبورگ رو مطرح میکردن که عضو مجلس خبرگان بود، نماینده خامنه‌ای بود، تو آلمان امام جمعه مسجد هامبورگ بود و کلی فعالیت میکرد.
اینا مطرح شد و حتی رمضانی رو بردنش تهران، اومدن به جاش پسر اون آیت الله مفتح رو گشتن که کمتر رسانه‌ای باشه و کم خود مجلس خبرگان نباشه و کمتر به اصطلاح چهره بدنامی باشه. اینه که فضا در آلمان خوبه، برای ایرانیان فضا خوبه، شکایت هم شده، هم میشه امیدوار بود، هم از روشی که آلمان به کار برده میشه نگران بود، هم ایتالیا و هم اون که به اصطلاح به ایشون ویزا داده و اینها ممکنه که اقداماتی بکنن که این آقا رو فراری بدن، چون همین الان هم در دولت داره کار میکنه، یعنی عضوه. اون حمید نوری که به اصطلاح قربانیش کردن، حمید نوری دلال بود، یه کار رسمی نمیکرد برای قوه قضاییه، مدت ها بود در قوه قضاییه، رفت بیرون. این آقا هنوز کارمنده و ممکنه مسائل زیادی حاشیه‌ای بشه. حالا اینکه قربانیش کردن این وسط داستان پیچیده‌ایه، نمیدونم. من واقعش آقای میبودی 50-50 چه بشه. آقای دایی عزیز، کفکی داره به تایدیک میخوره. کارمندان و پروپاگاندیست های جمهوری اسلامی در الکوثر و پرستیوی و العالم و از این قبیل به احتمال میادین مال حزب الله لبنان، اینها ماها حقوق نگرفتن، نشون میده که وضعیت ارضی جمهوری اسلامی خیلی خیلی بده، چون به این دستگاه های پروپاگاندی خیلی نیازمند بود. مضاف بر این که دست بسیاری از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به ویژه مرده خود آقای قاسم سلیمانی در عراق داره کوتاه میشه. از همه بدتر این که جانشین قاسم سلیمانی دیگه اجازه نداره اجازه وارد عراق بشه، باید بره سفارت عراق، کنسولگری عراق ویزا بگیره. اگه عراقی ها دادن ما میتونه وارد، یعنی اون ممر و لولو برد وضعیت سابق رو. به اضافه این که مردم لبنان تو خیابون ها علیه حزب الله لبنان هستن، در سوریه مردم سوریه علیه بشار اسد در خیابون ها هستن. اینا رو کنار هم قرار میدید، تصویری که به دست میاد، فکر میکنید که چه معنایی رو به شما، به ذهن شما میرسونه؟ معناش اینه که به اعتقاد من همون مسیریه که قبلا بارها من نظرم رو گفتم که جمهوری اسلامی روند نزولی داره، موقعیتش در منطقه نزولی سریع و شتابان داره، هنوز به معنای نیست که در منطقه بیرون بیاد. اخباری که میاد که نام سوریه رو داره ترک میکنه، همینا غیر واقعیه. به اعتقاد من قضیه هنوز دراز خواهد بود، چه در عراق، چه در لبنان، چه در سوریه، در یمن و در غرب افغانستان قضیه دراز خواهد بود، ولی سیر سیر نزولیه. یکی به دلیل کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه کرده، جنایاتی که کرده، گروه هایی که درست کرده در تضاد با منافع مردم منطقه است، و بعد هم این بحران تحریم و بیپولی و کرونا اینا هم که اضافه شده، دستش بسته است برای ولخرجی. عرضم کردم که خدمتتون که اون بار حتی خود من دست کم میگرفتم که میزان تأثیر حذف سلیمانی رو فکر میکردم مهم باشه، ولی نه این میزان. واقعش اینه که حذف قاسم سلیمانی به موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه به شدت آسیب زده، دستشو برای مدیریت این بحرانایی که عرض کردم دستشو به شدت بسته. در عراق هم خب موقعیت فرق کرده، سال میکنم 2008 بود که آقای اوباما، حتی اون موقع آقای جو بایدن که اون موقع معاون رئیس جمهور بود به عراق سفر کرد، شروع کردن، نه 2009 بود فکر کنم، بله 2009 که آقای جو بایدن هم که اونجا رفت، نمیدونم ایشون رئیس کمیته روابط خارجی بود رفت به اونجا یا نمیدونم، 2008 یا 2009 مذاکرات که شروع شد، برصد یک کدوم این دوتا اشتباه نکنم، اون موقع سنی ها میخواستن که آمریکا از عراق خارج بشه، شیعیان هم در اکثریت میخواستن از عراق خارج بشه، فضای اونجور، فقط کردها بود که نگران خروج آمریکا بودن. آقای اوباما هم که میخواست سریع از عراق خارج بشه، آقای جورج بوش هم سال آخرش به همین ترتیب. بنابراین تو اون شرایط اومدن قرارداد بستن که آمریکا از عراق خارج بشه. الان مذاکرات داره شروع میشه یا همین روزها شروع بشه بین آمریکا و عراق برای حضور نیروی آمریکا. دولت کنونی عراق خواهان حفظ آمریکایی است. بخش مهمی از شیعیان خواهان بودن
آمریکاییان. سنی ها در اکثریتشون خواهان موندن آمریکاییان، کردها به همین ترتیب، بخش کوچکی از شیعیان که بیشترشون وابسته به جمهوری هستن خواهان خروج آمریکا. فضا فرق کرده، فضا ضد جمهوری اسلامیه. حتی این دولت کاظمی این اصطلاح نشون میده که تعادل قوا در عراق مثل سابق نیست که حزب الدعوه و نمیدونم مجلس اعلا یا سازمان بعد نزدیک به اونها بیاد. تحولات جدی هم داره میشه. اصحاب اعلی‌حق، یکی از مهمترین گروه وابسته به سپاه قدس، تمام دفاترش رو در کربلا و جنوب عراق بسته از ترس حمله مردم. اعلامیه رسمی داد این هفته بسته. خیلی به نظر من مهمه. هادی عامری و مهمتر از همه که به اعتقاد من مهمترین مهر جمهوری اسلامی در عراق بوده، مثل ابو مهدی مانده، هادی عامری بیانیه داد که من کلیه فعالیت‌های به اصطلاح سیاسی اینها رو ترک میکنم. خیلی جالبه، هیچ توضیح هم ندادید چرا. حالا مریض بیمار معلوم نیست، ولی این تحولات که میشون نشون میده که موقعیت جمهوری اسلامی رو به نزوله. بعدم رئیس سپاه قدس کجا و قاسم سلیمانی کجا؟ قاسم سلیمانی یک کاریزمایی داشت برای نیروهای رژیم، ازش قدر قدرت ساخته بودن، روابطی داشت با سران همه کشورها، همه اینها رو مایکرومنیج میکرد، مدیریت میکرد. این رو عدس داده. بنابراین موقعیت کنونی جمهوری اسلامی در منطقه، بحران بیپولی، تضادی که مردم منطقه با جمهوری اسلامی پیدا کردن، از دست رفتن قاسم سلیمانی، این سیر نزولی جمهوری اسلامی در منطقه رو تشدید کرده. به اعتقاد من منتظر باید باشیم نتیجه مذاکرات آمریکا و عراق رو. حدس من اینه که توافق خواهند کرد که آمریکا و نیروهای بهش میگن ائتلاف، نیروهای ائتلاف در عراق بمونن، که این شکست بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. تشکر می‌کنم. آقای ایالات متحده آمریکا میگه تحریم‌ها رو انقدر شدید می‌کنه که در تاریخ بی سابقه است. بعد هدفش هم اینه که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره. دیگه جمهوری اسلامی یک شایی پول نداشته باشه کمک بکنه به نیروهای نیابتی خودش و عوامل مدیران خودش در منطقه، به ویژه مناسبات انرژیک بین ونزوئلا و تهران هم الان در یکی از هدفهای عمده برای هم وزارت خارجه آمریکا، هم خزانه داری مملکت. اینا تو کجا میخوان پیش برن؟ چون آقای نزار زکا زندانی لبنانی که در ایران بودی، شخصیت بیگناه که به دعوتش کنم میره به ایران، من میدازن زندان برای باجگیری، امروز یک گفتگو انجام داده، میگه که من تردید ندارم تا زمان انتخابات اینا با ترامپ وارد معامله میشن. آقای ترامپ هم پیش از این به اینا هشدار داده بود منتظر دوره بعد نمونید، من انتخاب میشم، اگه میخواد بیاد با من معامله بکنید. فکر میکنید که پیشبینی نزار زکا درست باشه؟ یعنی واقعا ترامپ حاضره که در این فاصله 147 روزی که مونده به انتخابات چنین ریسکی بکنه؟ عرض کنم که جواب کوتاه به نظر من خیر، تا انتخابات احتمال مذاکره خیلی پایینه، خیلی پایینه. اما گذشته از اون اینه که من همیشه تجربه به من یاد داده که با یک هزار نظر و یک واقعه و یک کمی بالا پایین قضاوت سریع نکنیم. یه چارچوبی در نظر بگیرم، یک بسیار دستگاه آدم داشته باشه، میتونه دستگاه تصحیح بکنه، چارچوبشو تصحیح بکنه اگه ببینه اشتباه کرده. ولی در اون چارچوب قضاوت بکنه، با یه خبر نه این طرفی بره نگران بشه یا از اون طرف خیلی خوشحال بشه. و اینه که حالا مثلا توی این هفته اخیر ما دیدیم که یکی این تبادل زندانیان بود که کرد جمهوری اسلامی با آمریکا، توییت آقای ترامپ بود که به اصطلاح گفته بود که تشکر کرده بود از جمهوری اسلامی و بعد گفته بود ببینید میتونیم با هم معامله بکنیم، حتی گفته بود زودتر بیا معامله بکنیم، قبل از انتخابات بیاید با من معامله کنید، دیل بهتری بهتون میدم، معامله بهتری میتونید بکنید با من تا بعد از انتخابات. منم انتخابات رو خواهم برد، مثلا منتظر نباشید تا بعد از انتخابات. یکی هم اینکه پردادستانی نیویورک پرونده علی صدر هاشمی رو به اصطلاح پس گرفت و در حالی که ایشون محکوم شد چند ماه پیش در ماه مارس
از طرف دادگاه برای نقض تحریم‌ها محکوم شد توسط دادگاه و این امر کاملا بی سابقه‌ایه. یعنی تمام حقوقدان‌ها و وکلا میگن اصلا در دستگاه قضایی که یه نفر محکوم بشه بعد خود دادستانی به پرونده رو پس بگیره بسیار بعیده و علائم بدی هست که آیا میخوان با یک زندانی دیگری معامله بکنن در ایران. خب این آدم هم آدم کمی نبوده، دانه درشته علی سر هاشمی نژاد که حالا وارد پروندهش نمیشیم، بارها با هم پرونده سوال. خب این اینا رو که کنار هم میذارن خیلی میگن خب پس داریم میریم طرف مذاکره بلبستانیه، آخ چه خواهد شد، آخ نگران شدن، خیلی بیانیه صادر کردن، خیلی با آقای ترامپ نامه نوشتن که آقا معامله نکن. من میگم که خب همه اینها رو باید نگاه کرد، ولی دستگاهی که من بهش نگاه کنم اینه که برای اینکه دچار ناراحتی نشیم، نمیدونم فرصت هست یه 5 دقیقه 7 دقیقه ای صحبت بکنم یا بعد از آگهی اجازه 5 دقیقه وقت داریم بفهم. بله ببینید دستگاهی که من برای خودم دارم که اگه باشه اصلاح میکنم اگه اشتباهی داشت باشه اینه که اولا اشتباهی که من نمی کنم اینه که داستان رو جمهوری خواه دموکرات نبینیم، که جمهوری خواه خواهان سفت و سخت بودن و مبارزه با جمهوری اسلامی و عدم مذاکره و عدم سازشن، دموکرات ها برعکس دنبال سازش و امتیاز و مماشدن. این رای ببینیم اشتباه میکنیم. یادم میره که آقای جورج بوش چیکار کرد، آقای ریگان چیکار کرد، تو این دستگاه میبینیم. اینو نباید دید. دوم به حرف و اظهار نظر فقط اکتفا نکنیم، میتونه نشانه باشه ولی فقط به این اظهار نگاه نکنیم. من یادم سال 91-92 ایرانی 2012-13 که اینو مذاکرات پنهان در به استلال عمان شروع کرد با ما با جمهوری اسلامی، هم اظهار نظرهای این طرف رو دارم من، هم اظهار نظر خامنه‌ای و دوستانشون، هیچ نشانی دیده نمیشد که میخواد دارن مذاکره میکنن. بنابراین این دلیل اصلی نیست، نباید فقط مبنای تحلیلمون رو روی 4 تا اظهار نظر ظاهری نگاه بکنیم، این دوتا. سوم اینه که در تمام این سالها بیرمستان بوده، حالا سر گروگان بوده، سر چیزهایی بوده، در دو مرحله هم مذاکره شده، یکی در زمان آقای جورج بوش بود سال آخر 2001 و 2002 تا اوائل 2003 برای حمله آمریکا به افغانستان و عراق با هم مذاکره جدی کردن مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی، یکی هم از سال 2012 پنهانی در عمان شروع شد زیر نظر خامنه‌ای ولی اکبر ولایتی، بعد روحانی و ظریف اومدن ادامه داد. خب آیا داریم میریم به طرف مذاکره؟ به نظر من اولا نه دستگاه رو بذاریم آقای ترامپ یا بایدن، اگه آقای ترامپ باشه مذاکره نمیکنه. خب این حرفا که شوخیه. وضعیت کنونی قابل دوام نیست، نه برای آمریکا نه برای جمهوری اسلامی. بالاخره یا بعد یه نفر بگه آقا من اشتباه کردم تمام بشه قضیه، یا آمریکا بگه آقا من تحریم ما رو یا جمهوری اسلامی سقوط بکنه. اگر جمهوری اسلامی سقوط نکنه تردیدی نیست در این که مذاکره خواهند کرد دیگه، آقایی که شوخی نداره که. آخه این تحریم ها که قابل دوام نیست، جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی هم تحریم، فشار اقتصادی، ترس از شورش مردمه. سال 2012 هم برای همین رفت مذاکره کرد، غیر از این چی نیست. بنابراین اگر جمهوری اسلامی سقوط نکنه یا آمریکا بیاد یه طرفه بگه من تحریما رو برمی‌دارم، که همچین اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین اگه جمهوری اسلامی سقوط نکنه ما مذاکره خواهیم داشت، چه با آقای ترامپ باشه چه با آقای بایدن. این یک. جمهوری اسلامی چی میخواد؟ جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه که تحریم‌ها برداشته بشه. هدفش اینه، بیشترین امتیاز هم بگیره. در ضمن میدونه که مذاکرات طولانی، نمیخواد بیاد عکس بگیره بگه من کوتاه اومدم، در ضمن هیچ امتیازم اولش نگیره. میخواد عین مذاکرات برخی از تحریم ها تعلیق بشن، بهش یه سری معافیت ها بده که نفسی بتونه بکشه. این خاصه جمهوری اسلامیه. دوستم نداره با آقای ترامپ فقط بیاد عکس بندازه، یعنی بگه من کوتاه اومدم ولی هیچی گیرش نیاد. وگرنه چند ماه پیش در سازمان ملل که رفته بودن که فرانسه و اینها ضامن شدن میکرد این کارو. آقای ترامپ برش نمیاد قبل از مذاکره که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره یه عکسی بندازن بگه جمهوری اسلامی کوتاه اومد برای انتخابات استفاده کنه. جمهوری اسلامی زیر بار این نمیره مگه اینکه امتیاز بگیره. امتیاز هم یعنی معافیت تحریمی. بنابراین من فکر میکنم چون جمهوری اسلامی در باید مذاکره بکنه،
در برای مذاکره هم حرفی که قبلا زدن، مصلحت و آبرو. برای مصلحت یعنی رفع تحریم ها مذاکره میکنن، آبروشون باید حفظ بشه، آبروشون باید یه بهانه پیدا کن، نگن شکست خورده ما اومدیم پای میز، طرف مثلا برنده، ولی باید یه چیزی گیرش بیاد در نهایتش. اگه هیچی هم گیرش نه بیاد پای مذاکره ها، الان من نمیبینم. اگه اینجوری بود یک سال پیش مذاکره میکرد. جمهوری اسلامی توانشو داره تا 6 ماه یک سال دیگه برآورد خودشون که لااقل بتونن با همین وضعیت بد مالی ادامه بدن. از اهرمای دیگه مثل باجگیری هستی و منطقه‌ای سعی می‌کنن فشار بیارن. بنابراین مذاکره به اعتقاد من چون قبل از انتخابات فرصت نیست برای مذاکره که بتونن مسائل مطرح کنن. آقای ترامپ هم قبل از مذاکره که قبل از انتخابات که نمیتونه به اینا بیاد لغو تحریما و نمیدونم معافیت بده، براش تو انتخابات بده. بالاخره پایه انتخاباتی آقای ترامپ محافظه‌کاران آمریکایی با این مخالفن. بنابراین چون آقای ترامپ نمیتونه قبل از انتخابات امتیاز کلانی به اینا بده، اینها هم بدون امتیاز کلان حاضر نیستن بیان فقط عکس بندازن، من بعید میدونم مذاکره بشه. اما میشه بعد از مذاکره. اگه آقای ترامپ، اگه آقای بایدن بیاد بهتر میتونه برای جمهوری اسلامی بهتره 100%. آقای ترامپ باشه چی نمیدونم. آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی گرفته، همون سناریوی که شمالی بده یا امتیاز بده معلوم نیست، ولی در این که آقای بایدن دیل بهتری به اینا میده در این تحلیل. خب این که دیل بهتری میده یا حتی اگه آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی بیاد یه وقت اشتباه بکنه بعد از انتخابات که این دست بستگی های کنونی رو نداره به خاطر محافظه‌کاران، چی گیر جمهوری اسلامی میاد؟ جمهوری اسلامی دیدیم بارها صحبت کردیم در سال دو وقتی اینا مذاکرات رو شروع کردن، دو سال کش دادن. برای چی کشش دادن؟ برای اینکه این تحریم ها آنچنان پیچیده است که بعد ببینن چی گیر جمهوری اسلامی میاد. اون موقع آقای کری و تیمشون بارها تلاش کردن که زیگزاگ علای این تحریما میتونن یک سری بر جمهوری اسلامی غیر از فروش نفت یه چیزای گیرشون بیاد، سرمایه گذاری بشه، بانک ها معامله بکنن، ولی دیدیم برای برجام نشد. الان تحریما چند برابر شده. بنابراین اگرم سازشی بشه میزان لغو تحریم ها بسیار کمتر خواهد. دوم، بعد از اجرای شدن برجام یعنی ژانویه 2016 یا پایان 1394، آیا اینکه جمهوری اسلامی میگن 100 میلیارد گیرش اومد، حالا نفت هم شروع بکنه، اقتصادش رو نجات داد؟ نداد دیگه. تمام تظاهرات بازنشستگان و اینا بعد از اون شروع شد. دی ماه 96 که مردم تو خیابونا ریختن، قیام و خیزش دی ماه 96 بعد از اون بود. هنوز تحریم‌های جدید نیامده بود که دوران برجام بود. دوران برجام بود. بعد از برجام بود. بنابراین من اعتقاد دارم مذاکره اگر جمهوری اسلامی صعود نکنه احتمالا بعد از انتخابات خواهد بود، چه آقای ترامپ چه آقای بایدن. بیشترین امتیازم که جمهوری اسلامی بخواد بگیره بسیار کمتر از دوره آقای اوباما خواهد بود، به خاطر اینکه شرایط تغییر کرده، به خاطر کنگره، ورشکستگی جمهوری اسلامی، تهدید جمهوری اسلامی در منطقه و غیره و ضعف جمهوری اسلامی، میزان بسیار کمتری گیرش خواهد اومد. آن چیزی که گیرش خواهد اومد در دیگر جمهوری اسلامی دوام نخواهد کرد. بنابراین تمام تلاش رو باید بکنیم که به جمهوری اسلامی امتیاز داده نشه، فضای سازش نشه. این کاملا قابل درکه، ولی من به هیچ وجه نگران این نیستم چه الان چه بعد از اون، چه با آقای بایدن چه آقای ترامپ، جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه. هرچی خبرهایی نیست آقای بایدن اوباما دو نخواهد بود، برجام دو یعنی تکرار گذشته رو نخواهیم داشت. من این نظر منه. تشکر میکنم. آیدایی از بازار آگهی عبور کنیم، برمیگردیم منزل بعد با سارا خانم ایرانی خواهیم بود. همیهنانم سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. برای سفارش پکیج بالا بردن سیستم دفاعی بدن و جلوگیری از ویروس کرونا با دکتر میترا زکریایی 415-450-5044 تماس بگیرید. یادآوری می شود که مشاوره در مورد هر ناراحتی رایگان می باشد. روغن هسته انگور گلچین 100% طبیعی بدون کلسترول و مواد اضافی، بهترین انتخاب برای حفظ سلامتی شما. با روغن هسته انگور گلچین پخت و پز آشپزخانه خود را سالم و خوشمزه تر کنید. روغن هسته انگور گلچین برای سرآشپزهای خوش سلیقه. گلچین بهترین بهترین ها. چین 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 گلچین. حراج جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطون روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و تکرار برنامه روزهای یک شنبه در ساعت 4:30 بامداد از شبکه جهانی تلویزیون پارس 818-344-5050. مثلا خاطرات، مجموعه خاطرات سانسور نشده روزنامه‌نگار و نویسنده عباس پهلوان، چهره به چهره با مشهورترین شخصیت‌های هنری و سیاسی و فرهنگی در دل اتفاقاتی که هرگز رسانه‌ای نشد. با خواندن این کتاب به دل تاریخ معاصر ایران سفر کنید. برای تهیه جلد اول کتاب مثلا خاطرات با شماره 818-578-5477 تماس بگیرید. با سلام، من مجید جهانبین، مؤسس شرکت فرادایز نرسری. خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سالهاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایس لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محبت سازی به مانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گل‌ها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایس لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. تصادف، پیاده یا سواره؟ از لس آنجلس تا ایواین، از ساکرامنتو تا لاس وگاس، گروه وکلای هیدری لاف مدافع شماست. 818-818-0707 hideri-law-group.com. برابر پی میگیریم امیران از ارجمند در این منزل از برنامه با سارا خانم ایرانی عزیز هستیم. سارا جان نگاه کرده به رسانه ها، همینطور رسانه های کلان و اندیشکده ها. سارا جان درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی، درود به شنوندگان و بینندگان محترم برنامه یاران، جناب دایی، مهندس شهرتی گران و همکارانشون در اتاق فرمان. تشکر، ما سرپا گوشی. آقای میبودی، همطور که فهمیدی چند مورد مطرح در ارتباط با مسائل ایران در رسانه ها و اندیشکده ها در حوصله این برنامه انتخاب امروز. موضوع نخست گزارش خبرگزاری ها و پرداختن برخی نشریات من جمله نیوزویک به تفصیل در جزئیات به جلسه یک شنبه مجلس جدید شورای اسلامی که همزمان بود با اعتراضات در شهرهای امریکا
و پیشنهاد سر دادن شعار مرور امریکا در صحن مجلس که به زعم خودشون در حمایت از معترضین انجام شد. این نحوه ابراز همدردی در مقایسه با همدلی و حمایت سایر مردمان در کشورهای مختلف موضوع عکس العمل مجری سرشناس برنامه‌های طنز شبانه امریکا بود که بازتاب گسترده‌ای داشت که متمدنانه‌ترین و سلامت‌ترین برخوردی بود که می‌شد با یک حرکت یک جمع عقب افتاده انجام داد. این کلیپ در اتاق فرمان هست که امیدوارم بتونن الان اینو نشون بدن. اگه نشون بدین ممنون میشم. امیر جان، کلیپ مربوط به جلسه مجلس و شعار مرگ در امریکا البته همه دیدن، ولی واکنش به نظرم باجری سرشناس تلویزیون آمریکا جالبه و تاثیرات خیلی بدش. تاثیرات پیدا کردی؟ امیدوارم پخش support, but this was the message during a meeting of parliament in Iran. در واقع این جنبش مظلومان ایالات متحده آمریکا که شکل گرفته، 5 ثانیه شما قیام بکنید، 15 ثانیه ما ساکت باشیم و یه چند تا مرگ در آمریکا به احترام این جنبش داشته باشیم. خب چنین جانورانی در تاریخ نداشتیم واقعا. اینم نحوه حمایت پشتیبانی از اعتراضات مردم در آمریکا. سارا جان ادامه بدید بفهمید. متوجه عکس العمل این امریکایی متمدن و سالم رو شما دیدین دیگه، در چه عکس العملی داشت در مورد مرگ بر امریکایی میهنش. مطلب موضوع دوم، مطلب دو روز پیش هیئت تحریریه وال استریت جورنال که به فریبکاری و جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته، می نویسه سالها سازمان انرژی اتمی مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از دید عموم حفظ کرد، ولی آخرین گزارشش نشون میده که شاید دیگه این بنا رو نداشته باشه. در گزارش سازمان اومده که بیش از 4 ماه که رژیم به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به 2 سایت رو نداده و همینطور پاسخی به مواد احتمالاً غیر مجاز نمیده. آژانس هشدار داده که زنگ خطر رو به صدا در خواهد آورد. در کل شواهد این زن رو مقدی کرده که برنامه رژیم در پشت توافق پاداش‌های اقتصادی بوده که از این توافق میتونسته ببره، ضمن اینکه به برنامه‌هاش و تحقیقاتش ادامه بده تا منتفی شدن زمان تعیین شده در توافق. ناظران معتقدند که این گزارش شدید آژانس انرژی اتمی بر اعضای شورای امنیت در مورد تمدید تحریم تسلیحات رژیم بی اثر نخواهد. موضوع سوم، 9 جون مهمان ویژه هریتیج فاندیشن به میزبانی برد شافر معهوز به ارشد در امور بین الملل این بنیاد، برایان هوک مشاور ارشد وزیر خارجه و مسئول امور ایران بود. این گفتگو در راستای تلاش‌های واشنگتن در حفظ و تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم توسط سازمان ملل که در ماه اکتبر در شورای امنیت مطرح خواهد شد صورت گرفت. برایان هوک در پاسخ حسن روحانی که از اعضای دائم شورای امنیت خواهان ایستادگی در برابر به زعم او توطئه امریکا در لغو تحریم تسلیحاتی که به ادعای او به خاطر منافع و ثبات جهان و به خاطر منافع منطقه باید انجام بشه، برایان هوک گفت مسلح کردن جمهوری اسلامی فرصتی برای بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه و خاورمیانه است و امریکا تلاش‌هاشو برای تمدید و
و تجدید تحریم تسلیحاتی رژیم ادامه خواهد داد. معتقد بود که تحریم‌ها تا کنون نتایج بسیار مطلوبی از جمله محروم کردن رژیم از درآمد میلیاردها دلار و به تبع محروم کردن مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی رژیم شده. یادآوری می‌کنم آقای میبودی که پس از قطع شبکه‌های پروپاگاندا و بازوهای تبلیغاتی رژیم از جمله شبکه عربی زبان الکوثر صدا و سیما در اوایل خرداد و قطع شبکه سحر به زبان اردو، به گفته معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل کمبود بودجه احتمالاً برنامه‌های شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما مانند پرس تی وی و العالم هم تعطیل خواهد شد. ضمناً بعد از مدت‌ها انتقادهای سریع کاخ سفید و وزارت خارجه از مدیریت صدای آمریکا و پافشاری برای جایگزینی مایکل پک به ریاست آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا انجام شد، از جمله نظرات این شخص که در رسانه‌ها بازتاب داشته، او میگوید و معتقد که نباید اجازه داد یک فرد سیاسی به یک روزنامه نگار دیکته کنه که چه بگوید و چه بنویسد. میگوید مفتخر است که از او خواسته شده در یک موقعیت به این مهمی به میهنش خدمت کنه. سازمان تحت نظر او، یعنی آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا با نفوذ بین المللی در میان 100 کشور به 59 زبان با دسترسی در حدود 300 میلیون شنونده و 3592 همکار. و اما مطلب آخر و نهایی ما، موضوع چهارممون، پروفسور کوین لیم، استاد علوم سیاسی و مسائل بین الملل، آخرین مطلبش رو به تحقیق دو روز پیشش که در انستیتو واشنگتن منتشر شده به موضوع غلات، محصولات کشاورزی و شوک‌های ژئوپلیتیک که اگر نه بیشتر از موشک و تسلیحات نظامی که در ردیف اقلام استراتژیک محسوب میشن اختصاص داده. می نویسه با وجود ادعاهای خودکفایی جمهوری اسلامی، همچنان مقادیر قابل توجهی از مواد ضروری و اصلی کشاورزی ناچار اینها را از خارج وارد کنه و سبد غذایی کشور رو به واسطه عدم توانایی پرداخت، ناپایداری محیط زیست و سایر خطرات آسیب پذیر کرده. مهمترین محصولات غذایی ایران می نویسه شامل گندمه که به واسطه تولید هرچه بیشتر این محصول لطمه جبران ناپذیری به ذخایر آب‌های زیرزمینی زده و مازاد احتیاج که بین 9 تا 10.5 میلیون تن رو از قزاقستان، روسیه و اتحادیه اروپا تامین می‌کنه. دومین محصول وارداتی جمهوری اسلامی جو و ذرته که تولید داخلی جو در حدود 3.6 میلیون تن و بیش از 3 میلیون تن کمبود هم از روسیه، اوکراین و قزاقستان و 10 میلیون تن دانه ذرت از برزیل وارد میکنه که نسبت به سال گذشته بیش از 16% افزایش نشون میده. سوم برنج که با وجود تولید نزدیک به 3 میلیون تن از ایران و مازندران، سالانه بیش از 1 میلیون تن برنج از هندوستان، پاکستان، تایلند و ترکیه و امارات وارد میکنه. چهارون دانه های روغنیه که 90% از احتیاج در حدود 1.5 میلیون تن رو از خارج وارد میکنه که شامل سویا، آفتابگردون، روغن نخ یا پلمه که بیشتر از برزیل تامین میشه. طبق پیشبینی سازمان توسعه غذا و مواد کشاورزی سازمان ملل، نویسه جمهوری اسلامی همچنان تا 2028 شدیداً نیازمند واردات بیش از 656 هزار تن گندم، 1.5 میلیون تن برنج و در همین حدود ذرت، 4 میلیون تن سویا و یا جو، 1.7 میلیون تن روغن گیاهی و
و 288,000 تن سایر دانه‌های روغن و به عبارتی خودکفایی واقعی جمهوری اسلامی به این زودی‌ها در دسترس نخواهد. در پایان این بررسی دکتر کبلی نتیجه می‌گیرد که کشاورزی بیش از 1/10 تولید ناخالص داخلی و 1/5 نیروی کار کشور رو به خودش اختصاص میده که البته این میزان تولید در معرض حمله ملخ، زلزله، سیل، خشکسالی بسیار متغیره. از سوی دیگه میگوید سدهایی که به منظور آبیاری و تولید کشاورزی بیشتر احداث و ساخته شدن نه فقط کمکی به این هدف نکرده که به مشکلات زیست محیطی مانند بیابانزایی، نمکزدایی و دوچندان بدتر و زخهای آبهای زیرزمینی ایران رو به واسطه عدم نظارت و ناکارآمدی به کلی به هدر داده. اما میگوید حکام تهران وقتی در مورد بودجه کشور تصمیم میگیرند به واسطه عدم خودکفایی و ثبات ژئوپلیتیک و پیشبرد اهداف سیاسی و ایدئولوژی نظامی تسلیحات مقدم تر از آب و نان مردم قرار میگیره. پروفسور لی معتقد پیشبرد و مقدم شمردن و اولویت دادن به چنین سیاست‌هایی ایران رو در معرض شوک‌های بزرگ کمبود مواد غذایی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها قرار میده که نهایتاً نمیتونه پیامدی جز تباهی بیشتر و جنگ داشته باشه. تشکر میکنم دارا جان، سپاسگزارم از حضور شما. من بیانانم اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم و نظر آقای دایی رو جویا بشیم. ممنون از دارا جان. امپریال فور کابینت با بیش از 50 سال سابقه، با مجربترین کادر حرفه‌ای، با مدرن ترین تجهیزات از طرح تا نصب، دستساز برای انواع کابینت ها. آشپزخانه های کلاسیک و مدرن برای هر سلیقه. Imperial for Cabinet. تلفن 818-252-6644. www.imperialforcabinet.com. Imperial for Cabinet. انتخابی مطمئن. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه های ویژه پزشکی خواهد داشت، مصاحبه مختلف با پزشکان مختلف در رشته های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه ها لذت ببرید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی‌ال‌ویزی شدن به همین راحتی. در عصر تکنولوژی، کارت‌های تلفن لانگ دیستنس را با اپلیکیشن جی‌ال تاک جایگزین کنید. تماس با ایران هر دقیقه 3.5 سنت، افغانستان 13.5 سنت، تاجیکستان 14 سنت، ترکیه از 2.5 سنت، آذربایجان 21.5 سنت، امارات عربی 15 سنت. تماس با اکثر کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، اسرائیل و مالزی 1.5 سنت. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت جیل تاک مراجعه کنید. آیا دلتون میخواد آگهی تبلیغاتی شما دقیقاً در محل مورد نظر خود در ده‌ها شبکه تلویزیونی معتبر پخش شود؟ خوشحالیم به اطلاع برسانیم که سرویس جدید GL-Biz تحت عنوان GL Ad Exchange کالا و یا خدمات شما را با کمترین هزینه و تأثیرگذارترین روش به تمامی فارسی زبانان جهان معرفی می‌نماید. GL Ad Exchange این امکان را دارد که تیزر تبلیغاتی شما را بین صدها برنامه تلویزیونی بر روی تمامی دستگاه‌های هوشمند برای میلیون‌ها مشترک GL-Biz در هر جای دنیا پخش کند. شما فقط بابت تعداد تبلیغاتی که دیده شده اند پرداخت خواهید کرد. گزارش دقیقی از تعداد، محل و زمان پخش آگهی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. معرفی بیزینس خود را با تکنولوژی روز همراه کنید.
اگر اخیراً پیشنهاد دیدن یک فیلم یا سریال رو در جی الویز به شما دادن، برای اینکه به راحتی بتونید اون رو در لیست هزاران فیلم و سریال جی الویز پیدا کنید، میتونید از امکان جستجو استفاده کنید. برای این کار با استفاده از 4 جهت کنترل تلویزیون روی علامت ذره بین رفته و اوکی کنید. سپس با استفاده از کیبورد ارائه شده به کمک 4 جهت کنترل تلویزیون و فشردن دکمه اوکی بعد از هر حرف نام کامل یا قسمتی از نام برنامه مورد نظر خودتون رو در محل مشخص بنویسید. حالا از لیست ارائه شده سریال مورد نظرتون رو پیدا کنید. یه جی الویزی هر چیزی که بخواد رو حتما پیدا میکنه. دیگه نگران از دست دادن برنامه های تلویزیونی مورد علاقتون نباشید. با جی الویز میتونین به راحتی به 72 ساعت قبل برگشته و برنامه پخش شده خود رو تماشا کنین. فقط کافیست منوی مربوط به کانال مورد نظر خود رو انتخاب و گزینه 72 ساعت رو کلیک کنین. سپس روز و ساعت برنامه پخش شده خود رو انتخاب نموده و اون رو تماشا کنین. جی الویز هر زمان در هر کجای جهان. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. به دنیای انواع تازه ترین میوه ها، سبزیجات، گوشت و مرغ و ماهی، خاربار و سایر نیازمندی های شما در کیو مارکت، مارکت خانوادگی شما، همه قیمت ها باور نکردنی است. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان منوبل در شهر بدی. از ادب مجدد همیانانم، تصویری که کارشناسان بین‌المللی میدن از اقلام حیاتی، یا اقلام استراتژیک هم نیستن، اقلام حیاتی هم. آب و نان و رزق مردم اصلا هولناکه. آقای دایی، این ریزش سیستم جمهوری اسلامی از رأس از صد تا زید سریع تر از این نمیشه. یعنی هر چی که نگاه بکنید به هر عدد و رقم، به هر آماری، نشون میده که حکومت سریعا در حال سقوط آزاده. این وضعیت پرستیویشون، این وضعیت ابکوسرشون، وضعیت حزب‌اللهشون، این وضعیتشون در سطح جهان، این دیپلماسیشون، این روابطشون با دنیای بیرون، این توپ و لعنتی که در منطقه خاورمیانه به اونها میکنن، در همه جا منفور شدن و از همه بدتر اوضاع اقتصادی و فلاتی رهبری در ایران، چون رهبری در ایران واقعا مفلوک شده، نمیدونه چه کنه و حرفایی هم که میزنن از جنس حرفای منطقی نیست، یعنی با منطق کلا غریبه. آقای دایی بفرمایید. اولا تشکر از سارا خانم، گزارشات خوبی انتخاب کرده بودن، خوب خلاصه کرده بودن و با زبان شیوا و سلیس واقعا برای همه خوب بود. یه نکته اولا قبل از این که وارد این بحث بشیم بگم که یکی از گزارش رو که بود، من یاد این گزارش اخیر نیویورکر، مجله نیویورکر، مجله مهمی در آمریکا، و خبرنگارش دکستر فیلکین که به ایران رفته گزارش اخیرا منتشر کرده، خیلی جالبه. میگه من با ایرانیان، خب طبیعتا طبقه متوسط تحصیل کرده و بقیه، و میگه خب طبیعتا اکثرا که خب مخالف جمهوری اسلامی هن. میگه که من با همه سعی میکردم ببینم که مثلا آیا نظرشون راجع به آمریکا چیه، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن، مسئله رو آمریکا میبینن یا تحریم ها میبینن. میگه یک نفر اشاره نمیکرد. میگه حتی من خودم طوری مطرح میکردم که ببینم اونا اگه نظری دارن بگن. میگه در چند مورد به من گفتن که نه، ما با آقای ترامپ خوب نیستیم، خوشمون نمیاد، ولی مشکل ما جمهوری اسلامی، دشمن ما، مشکل ما، تضاد ما جمهوری اسلامی. خیلی جالب از زبان آقای فیلکینز که به اصطلاح نه نئوکانه نه محافظه‌کاره، اونم در مجله نیویورکر و سفر
طولانی و مهمی هم به ایران داشته، خیلی نکات جالبی رو تو این گزارش میده و نشون میده که چقدر تحولات ایران خودش رو تحمیل میکنه حتی به رسانه‌ها. اما برگردیم به مطلب که شما اشاره فرمودید و در گزارش سارا خانم هم بود که جمهوری اسلامی به جای رسیده که پول ساتلایت ماهواره برای شبکه سحر رو نداشته، قطع شده. الان هم صحبت از اینه که پرس تیوی و العالم و نام اینها هم تعطیل بشه. اولا که یه نکته که توش اینه که ببینید واقعش اینه، این خرابی وضع جمهوری اسلامی، یعنی یکی این که ورشکستگی عمیق اقتصادی و برگشت ناپذیر جمهوری اسلامی، این رو ما نمیگیم، این رو شواهد داره میگه، خودشون دارن میگن. یکی هم این بحران مشروعیت، اتوریته خامنه ای بین رفته، ترسی که از قیام مردم دارن، اینا چیزایی نیست که ناشی از ذهن ما باشه، ساخته و پرداخته تحلیل های ما باشه. میبینیم تو هر واقعیت و هر فاکتی که ما، اخباری که میاد، اینو داریم مشاهده میکنیم. اما این مسئله خیلی مهمه. ببینید چقدر جمهوری اسلامی وضعش خراب شده به اینجا رسیده. من یادمه گزارش رو تهیه کردم که با هم دیدیم، دو تا گزارش بود، یکی شبکه های رادیو تلویزیون های جمهوری اسلامی بود که کلی روی اینا سرمایه گذاری کرده. اینا اومدن تو همون گزارش که با هم دیدیم، اونا اومدن چند سال پیش 2007 تا 8 اومدن یه اتحادیه درست کردن، اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، ده ها شبکه تلویزیونی، نمیدونم ده ها شبکه رادیویی، صدها وبسایت تو این قرار میگیره، زیر نظر صدا و سیما بود در خارج از کشور. خیلی روی این سرمایه گذاری کردن. تو این چند سال اخیر کلی برای اینا تو عراق، تو لبنان، سوریه، عربستان، یمن برای اینا کار کرده. خب گل سرسبد اینا پرس تی وی و العالم و اینا بوده، ولی این مرکز اینا یکی صدا و سیماست که کم شده، داره اینا رو تعطیل میکنه. معلومه خیلی وضعش خرابه. مهمتر از همه اینه که اینا دو تا مرکز اصلی به غیر از ایران، به غیر از صدا و سیما، این شبکه های خارج کشوری در خارج دارن. یکی لبنانه که خب خود حزب الله دو تا تلویزیون مهم داره، تلویزیون ماهواره‌ای داره، یکی المنار که به صدا ارگان حزب الله است، یکی هم المیادینه که 2012 به بعد رو انداختن که حتی برنامه به انگلیسی داره و زنان بی‌حجاب رو میاد و اینها، که سعی میکنه کل منطقه رو پوشش بده. بعد اومدن تو خود لبنان همین شبکه برون مرزی صدا و سیما که همین جبلی که اومده گفته ما پول نداریم داره تعطیل میشه، همین جبلی اومدن اونجا دفتر دستش زدن، کل رادیو تلویزیون های منطقه ای رو اونجا میگردونن. که تو اون گزارش که با هم دیدیم، همین عسکری رئیس صدا و سیما رفت لبنان به خاطر همین، دفتر افتتاح کردن کلی شبکه هست. مثلا شبکه هایی که برای یمن پخش میشه، المسیره و اینا همه شب، یا برای عربستان پخش میشه، اینا همه از لبنانه، تو بیروته که حزب الله کمک میکنه. این اخباری که من شنیدم، گزارش هایی که تو این هفته اخیر شنیدم، اون دفتری که اینا در بیروت زده صدا و سیما که اینا رو اداره میکنه، این رو دارن جمع میکنن. حتی فعالیت های المیادین، نه المنار، المیادین به شدت کاهش پیدا کرده از نظر تولید خبر و غیره. نشون میده چقدر وضع مالی اینا خرابه. توی عراق اینا نزدیک 20 خورده شبکه تلویزیونی دارن که مثلا باره کتایب حزب الله، اصحاب اهل حق، نمیدونم بدر، هر کدوم اینا داشتن. اینها هم فعالیتشون به شدت کاهش پیدا کرده. من گزارشات که داشتم اینه که بعد برخی از این تلویزیون ها که در چند استان مختلف بوده، اینها فعالیتاشون رو در کربلا، در نجف، در بصره و اینها تعطیل کردن. هم ناشی از بیپولی اون کل داستان، اونو که به داخل برمیگرده بیپولیه، دوم همون که صحبت کردیم، وضعیت خراب اینا در منطقه است که باعث شده که این فعالیت ها رو کاهش بدن، چون با استقبال روبرو نمیشه، مردم نگاه نمیکنن، تضاد مردم منطقه با جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. اینا خبرهای خوبیه. چقدر ما تلاش میکردیم دوستان اینجا و اونجا که با آمریکا میگفتیم آقا تحریم کنین اتحادیه رادیو تلویزیون ها. الان بیپولی جمهوری اسلامی و تضادی که با مردم منطقه داده، خودش داره این سیستم تا
تبلیغات پروپاگاندا و دروغ پراکنی و استخدام و یارگیری نیرو برای سپاه قدس رو داره تعطیل میکنه، که خبر بسیار خوبیه، چون عجیب ملت ایران هم خرج میشد. خوبه آجایی، آخرین پرسش هم درباره جانشین آقای قاسم سلیمانی است و بسته شدن مرزهای عراق به روی او و تاکید نخست وزیر جدید عراق که اگر ایشون میخواد بیاد اینجا بره ویزا بگیره، حالا یا بهش میدن یا نمیدن یا مبحث دیگه، ولی دیگه نمیتونن بی اجازه وارد بشه. این معناش چیه؟ خب همین اگه درست باشه، چون دو تا خبرگزاری به نقل از به صلاح اخبار موثقی که در مقامات عراقی داشتن، رویترز و آسوشیتد پرس، این خبر رو گفتن که قانی مجبور به گرفتن ویزا شد. حالا طبیعتا ویزایی که اون گرفته با ویزای آدمای معمولی که میرن عراق فرق داره، سریعتر میدن، ولی همین که مجبورش کردن که قانونی و رسمی، نه پنهانی و هر جور دلش خواست، چون میدونن که سلیمانی هواپیمای مخصوص داشت، هر موقع دلش میخواست میرفت، حتی تو فرودگاه عجایی که خارج میشدم به سه کانال خاصی داشت، همین ابو مهدی مهندسینا میومدن میبردنش، همه کاره بود تو عراق، کسی هم حریفش نبود. این نشون میده که دولت جدید عراق داره صفر میکنه قضیه رو. عرض کردم نشانه هایی همه که کنار هم داره به معنا نیست که تموم شده، حالا جمهوری اسلامی از عراق بیرون شده، نخیر، مسیر هنوز طولانیه، ولی به اصطلاح روند قضایا به اون سمتی که داره میره کاهش شتابان قدرت نفوذ و به اصطلاح یکتازی جمهوری اسلامی در منطقه و به ویژه در عراق. این خبر خیلی مهمه، این اخباری که در مورد کنارگیری هادی عامری، بستن دفاعیه اصحاب اهل حق، مذاکرات آمریکا با دولت عراق و تمایل دولت عراق برای حفظ نیروهای آمریکا در عراق، تمام این اخبار در کنار همین ویزا گرفتن قاهانی و این که حتی گزارشی که دیروز امروز بوده که در اونجا قاهانی دیداری که با مسئولین عراقی داشته، صحبت از این بوده که گفته ما تحریم پول زیادی نداریم، به هر کدوم یه انگشتر نقره‌ای هدیه داده، که انگشتر نقره‌ای که اینا خودشون تو کربلا دارن تقلبیشن دارن میفروشن، به چی در اعلام خوره پول میخوان. و اینا همه نشون میده که وضعیت جمهوری اسلامی اون مسیر و اون منحنی رو به نزول و رو به پایینه. تا امیدوار باشیم که این کلاف از دیگه باز بشه، که هم به نفع مردم منطقه است و به ویژه به نفع مردم ایرانه. تشکر میکنم آقای دایی عزیز. به من بفرمایید وضعیت ایالت شما کنیتیکت و کرونا از چه قراره؟ کرونا شده؟ نداشته، خیلی کاهش پیدا کرده، قراره که آخر این ماه دوباره یه سری گشایش های جدیدی بشه، چون برخی از ایالت‌ها از موقع که باز کردن نمونه های بیشتری دیده شده، هوشیارتر شدن. اینجا نه، خب به اون صورت هم باز نشده، خیلی فعالیت آزاد شده، مردم خیلی بیرون میرن، ولی واقعا ماسک رو میزنن، همه جا رعایت میکنن فاصله رو، و این خیلی خوبه. امیدوارم در ایران هم اونایی که میتونن لاقل این رو حفظ بکنن. رستوران ها توی خودشون مشتری میپذیرن یا نه؟ فعلا هنوز خیلی کم، بیشتر بیرونه، چون هوا الان خوبه، فصل خوبه، صندلی بیرون گذاشتن، همه رستورانایی که میتونن جا دارن یا میگیرن و میبرن. طبیعیه که به حساب صورت سابق اصلا نیست، خیلی بیزنس ها هنوز تعطیله، ولی خب رستوران ها بازن. همین الان کمک های دیگری برای مردم در راه در کابینه آقای ترامپ، کمک هم خیلی سخاوتمندانه، یه جاهایی کمکی به افراد شاغل می شده برای خانه نشینی 80% بیشتر از حقوقی است که توی در اون کار می گرفتن. خیلی کمک ها سخاوت، تازه کمک های تازه هم گفته میشه که در راهی که قراره برای مردم فرستاده بشه. و هم هر کی من نگاه میکنم در اطراف ما همه دریافت کردن، همه کمک های نقدی رو دریافت کردن، برایشون فرستادن. از این نظر میشه بله، یعنی سعی کردن با تزریق پول اقتصاد دوباره بلند کنن، تا حد زیادی هم موفق بودن. آقای دایی نیست، بالاخره اقتصاد اول دنیاست، خب کشور نسبت به تولید ناخالص ملیشون درصدی اقتصاد دادن بیشتر از همه آلمان بوده، که خب هم در زمینه مبارزه با کرونا و هم میزان اختصاص پول به کمک برای کمک به بیزینس ها و مردم
در این مدت نسبت به تولید ناخالص ملی بیشتر از همه بوده، آمریکا هنوز عقبه ولی دارن خیلی کمک میکنن. کمک ها نبود دیگه، بازگشت به شرایط نرمال که ممکنه چند سال طول بکشه دشوارتر بود طبیعتاً. بنابراین چه کنگره چه دولت آقای ترامپ همکاری میکنن برای اینکه بتونن این دوران واقعا سخت رو هرچه کوتاه‌تر بکنن و به خصوص برای بازگشت به شرایط عادی خیلی راحت‌تر باشه، موانع کمتر باشه. و بعد تصمیم دیگری که پس که دیروز اتخاذ شد، کاهش کاره، یعنی همون حقوق میدن ولی با 4 روز کار در هفته، 4 روز کار در هفته. این هم یه امتیازیست به کسانی که شاغل بودن. اما آقای دایی یه نکته دیگه هم حیفم میاد 2-3 دقیقه وقت داریم با شما در میان بگذارم. از قول منابع وزارت خارجه آمریکا شنیدم که تشدید تحریم ها که گفته میشه در تاریخ بی سابقه است و فقط هم جمهوری اسلامی رو هدف قرار نمیده، چین و روسیه رو هم هدف قرار داده به قصد اینکه ایالات متحده آمریکا دوباره جایگاهش ارتفاع پیدا بکنه، نقش رهبری خودش رو بتونه در جهان حفظ بکنه. این به نظرم خیلی با معناست، یعنی کسانی تصور میکنن که آمریکا این سیاست ها رو داره اعمال میکنه تا با جمهوری اسلامی کنار بیاد و از سیاست های خودش دست بکشه، به نظرم اشتباهه. معلوم میشه که اینا یه برنامه استراتژیک دراز مدت دارن که اون رو دارن به اجرا میگذارن یا به اجرا گذاشتن. بیرم نظر آقای دایی چیه؟ عرض کنم که خب یک سری از اعضای کنگره اومدن تحریر رو تصویب کردن که به صورت پیشنهاد دادن که تعدادشون هم کمه، حدود 20 نفر که تحریم ها رو خیلی افزایش بدن. این معافیتی که به عراق بوده که بتونه جمهوری اسلامی گاز و برق بگیره و معافیت های دیگری که به افغانستان ارمنستان بوده اینها رو قطع بکنن، به دبی فشار بیارن، به چین و روسیه رو مثلا کار بکنن، یا اینکه اگه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی به اصطلاح تمدید نشد، اگر روسیه و چین به جمهوری اسلامی اسلحه فروختن اونها رو هم تحریم بکنن. من شخصا بعید میدونم که قبل از انتخابات به اصطلاح این بتونه کنگره همچی چیزی رو تصویب بکنه. سیاست دولت آقای ترامپ هم نیست، من اعتقاد ندارم. این معافیت به عراق رو خود دولت آقای ترامپ داده به خاطر مذاکراتی که با دولت عراق داره. هنوز سیاست فشار حداکثری 100% نیست، جمهوری اسلامی داره، ولی اینقدر واقعا ناچیزه من فکر نمی کنم زیاد مهم باشه. خود جمهوری اسلامی میگه ما 8 میلیارد درآمد ارزی داریم، کل درآمد سالانمون این 8 میلیارد یه سریش که نفت به سوریه است که هیچی، اونا که هیچی. خیلی هاش هم مثل کره جنوبی که رئیس بانک مرکزی مطرح کرده پول اونجا نمیده بانک، چون به خاطر اون موقع که ما صحبت FATF رو میکردیم وقتی بره تو لیست سیاه رفته، هیچ بانکی حتی تو عراق الان میگه صحبت اینه که 400 میلیون دلار جمهوری اسلامی رو عراق آزاد کرده با موافقت آمریکا. خب اینا هم هست، یعنی دو طرفه، ولی من میگم ماکسیمم بشه نگاه بکنیم، مثلا بگیم هیچ کدوم اینا نشه، همین که هست بیشتر از این نکنه. خب جمهوری اسلامی الان به این وضع افتاده که به اصطلاح دور گرانبهای مثل این شبکه‌های خارج کشوری تبلیغاتی خودش پول نداره بده. ببینید به کجا رسیده بعدش. خب این همینه، یعنی از بدترین هم نکنن جمهوری اسلامی بعدش خرابه. آخه 8 میلیارد در سال که از این 8 میلیارد ممکنه 2 میلیارد هم دیرش بیاد که خب که چیزی نیستش که. کاملا. آجایی که خیلی تشکر میکنم از حضور شما. خیلی سمیشه آموزنده. اسی جان خیلی ممنونم. آقای امیر شهرتی خیلی امیرم بادید امارت بهش بدیم بره اونجا امارت بکنه. دو تا امیر داریم، امیر شجره و امیر شهرتی و هر دو بدون امارا هر دو امیره. خیلی ممنون از امیانانم که ما رو همراهی کردیم. تا دیدار دیگه. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
According to studies, pomegranate juice contains higher levels of antioxidants than most other fruit juices. It is considered a great source of vitamin C and many immune-boosting nutrients. Gulchin now brings you the organic 100% pure pomegranate juice. Gulchin's organic pomegranate juice has no added flavors and is 100% pure juice. Include Gulchin's all-natural pomegranate juice in your diet for a healthier and tastier life. Gulchin, the best of the best. سلام ATT Vacation بفرمایید خواهش میکنم. ATT در طول سال به دلیل داشتن قراردادهای انحصاری با معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان، مناسب‌ترین قیمت و راحت‌ترین سفر دور و نزدیک شما را فراهم می‌کند. آدرس وبسایت ما jimbang.com که 24 ساعته در اختیار شماست. آدرس ما 1413 West Woodboard Boulevard Los Angeles California 924. برای تماس با ما 310-446-4444. مهربانی همکاران من در ATT زبانزد همه است. ATT Vacation شایسته شخصیت شماست. دفتر مهاجرتی فانیکس گروپ، پاسپورت گواتمالا، پاسپورت دومینیکا، پاسپورت گرانادا، امکان سفر به صدها کشور و حتی کشورهای شامل حوزه شنگن بدون داشتن ویزا، امکان سفر و زندگی در امریکا برای سیتیزن های گرانادا. پاسپورت دوم معمولا اعتبار بهتری نسبت به پاسپورت کشور خودمان دارد و میتوان به وسیله پاسپورت دوم بسیاری از امور را به سهولت انجام داد. میتوان به وسیله دریافت پاسپورت دوم به بسیاری از کشورها بدون دریافت ویزا سفر کرد. هیچ تحریمی شامل شما نخواهد شد. بدون نیاز به خرید ملک و راه‌های طولانی صاحب همیشگی پاسپورت خواهید شد و در کمتر از یک ماه این شهروندی و تابعیت به شما اعطا می‌گردد با حداقل $100,000. دفتر مهاجرتی فونیکس گروپ. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت $79 در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Till تماس حاصل نمایید. Magic Till، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Till. آش رشته صدف، تهیه شده از سبزیجات مقوی و کاملا سالم بدون پرزروتیو و کلسترول. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دیدن رنج جانکاه میلیون ها هم میهن من در سیل سیستان و بلوچستان داغی شد بس جگرسوز. صدها روستا و شهرک ویران و 1,000,000 انسان بی سرپناه هن. با نزدیک شدن پای بهار زندگیشان را با گرمای محبت انسانی خود گرم کنیم. بنیاد نیکوکاری نوروز با مجوز قانونی احسان شما را به نیازمندان می رساند.